سلام دوستان، خب تو اینجا میخواییم در خصوص تابع ایف توی نرم افزار اکسل صحبت بکنیم. قبل از اینکه وارد مثال بشیم میخوام اول خود تابع ایف رو به صورت خلاصه توضیح کوچیک بدم. خب وقتی که ما تو یک سلولی مینویسیم مساوی ایف، دقیقا همانند معنی که میده، یعنی کلمه انگلیسی ایف که معنی اگر میده، اینجا هم میتونیم به همین صورت به تابع ایف فکر کنیم. بگیم اگر پرانتز باز، این تابع سه تا ورودی میگیره، اگر این قسمت درست بود، این قسمت برابر با true بود یا صحیح بود، این عملیات رو توی این بخش انجام بده. حالا میتونه یه عدد برگردونه، یه تکس برگردونه، یا یک جمع و تفریقی انجام بده، هر کاری که دوست داریم. در غیر این صورت فالز بود، یعنی نادرست بود، آنگاه این عملیات رو انجام بده. یعنی اگر درست بود، اینجا هر چیزی که هست رو برگردون، مثلا تکس برگردون، عدد برگردون. اگر غلط بود، اینجا هر کاری که اینجا نوشتم رو انجام بده. حالا اینجا میتونم یه تکس دیگه ای بگم، یه عددی بگم، یک عملیاتی بگم، جمع و تفریق بگم، یا هر چیزی. خب خیلی مفهوم ساده ای داره. بیایم بریم حالا یه چند تا مثال با هم ببینیم. تو اینجا اومدیم شرط رو تعریف کردیم، گفتیم اگر ترو بود، پس میدونیم که اگر من الان فرمول رو واسه ایف بنویسم، اینجا بنویسم مساوی ایف، این قسمت، این سلول الان آدو هستش، پاسخش هم تروه، تحت هر شرایطی میگه ترو هستش. تحت شرایط ترو میگیم تایید شده رو برگردون، تحت شرایط فالز گفتیم تایید نشده رو برگردون. پس الان چون من آدو همیشه ترو هستش، همیشه اولی یا تایید شده رو برمیگردونه. توی دومی هم دقیقا با همین مفهوم اگر بریم، چون همیشه الان غلط هستش، پس همیشه دومی رو واسه من برمیگردونه، مگر اینکه مقدارش رو عوض کنم. پس الان تایید نشده رو واسه من برمیگردونه. میتونم اینجا تو سلول مقدارش رو عوض کنم، مثلا AAA بذارم. اگر AAA بذارم، نه true نه false، A2 من که اینجا تعریف کردم نه true نه false، پس ارور داره به من برمیگرده، خطای value داره برمیگردونه. پس توی قسمت اینجا باید یک عملیاتی باشه یا یه چیزی باشه که true یا false واسه من برگردونه. مثلا توی سومی الان من آرمین دارم، اگر بیام از if استفاده کنم، بگم اگر این سلول من برابر آرمین بود، توی دابل کوتیشن باید حتما تکسا رو وارد کنیم دیگه، پس اینجا من دارم یک عملیات رو انجام میدم که خروجی این عملیات یا true یا false. تحت اون شرط اسم فامیلیش رو واسه من برگردون. در غیر این صورت اگر مساوی آرمین نبود، بگو این شخص ورود خارجی ندارد. پس الان اینجا به جای اینکه من true یا false مستقیم قرار بدم، دارم یک عملیات منطقی انجام میدم که گفتم اگر این مساوی بود، خود این اگر مساوی بود true هستش، در غیر این صورت false، که با اساس این فانکشن گفتیم اگر این true بود، true برگشت از طریق عملیات B4 که کشاورزی است رو برگردون، در غیر این صورت C4 رو برگردون که الان true هستش و کشاورزی رو برمیاره. اگر من مثلا آرش اینجا بنویسم، این شخص وجود خارجی ندارد رو برمیاره. چرا؟ چون این عملیات منطقی که اینجا انجام دادم برابر با فالز، خروجی این فالز هستش. میتونیم بیایم تو قسمت تابع اینجا ببینیم که لاجیکال تست من برابر با فالز شده، برابر این وجود خارجی ندارد رو برگردونده. میدونیم که جواب نهایی وجود خارجی ندارد. خب بیایم اینجا یه دوتا مثال دیگه ای رو با هم دیگه ببینیم. تو صورت مسئله اولی گفتیم ما یه سری مثلا اینجا کالا داریم، این هم سطح موجودی این کالاها تو انبار هستن. توی حالت یک گفتیم که اگر سطح موجودی کمتر از 10 بود، آنگاه سفارش مجدد بزن، یعنی برو خرید بکن، سطح موجودی بیار بالا. در غیر این صورت بگو سطح موجودی کافی هستش. خب بیایم حالت یک رو انجام بدیم. گفتیم مساویه، اگر یه عملیات منطقی باید روی این سطح موجودی انجام بدم که بگم اگر سطح موجودی من کمتر از 10 بود، میتونه کوچیکتر مساوی باشه، اما چون کمتر گفتم دیگه مساوی نداره، کمتر از 10 بود، آنگاه سفارش مجدد بزن برگردون
که میتونم دابل کوتیشن بذارم به فارسی بنویسم سفارش مجدد، دابل کوتیشن رو میبندم. در غیر این صورت بیشتر از 10 هستش و موجودی کافیه، دابل کوتیشن میتونم بنویسم کافی و اون وقت پرانتز رو ببندم. خب پس الان چون سطح موجودی واسه کالای آ کمتر از 10 هستش، سفارش مجدد رو زده. حالا واسه بقیه که بخوام اینو حساب کنم کافیه این فرمول رو درگ کنم بیارم تا انتها. میبینیم که به ازای اونایی که کمتر از 10 هست میگه سفارش مجدد بزن، به ازای اونایی که بیشتر از 10 هست میگه کافی، حتی بزرگتر مساوی 10. چرا؟ چون اینجا گفتن کوچیکتر از 10 بود سفارش مجدد بزن. خب که میتونم از کاندیشنال فرمتینگ هم اینجا استفاده کنم، اونایی که سفارش مجدد هستن رو هایلایت کنم، قرمز کنه که من قشنگ تشخیص بدم که اینا رو باید برم خرید کنم. خب بیایم حالت دو رو نگاه کنیم. حالت دو یه مقدار پیچیده تر هسته. گفته اگر سطح موجودی کمتر از 10 بود، آنگاه اگر سطح موجودی هم باز کمتر از 5 بود سفارش فوری بزن. در غیر این صورت سفارش مجدد عادی باید بزنیم و اگر سطح موجودی هم بیشتر از 10 بود که کافیه. پس میایم اینجا یه دونه اگر میذاریم، ایف میذاریم، یه لاجیکال تست میزنیم. میگیم اگر این کمتر از 10 بود آنگاه، حالا باید به تشخیص بدم که سفارش مجدد بزنم یا سفارش فوری. پس اینجا باید از یه ایف دیگه استفاده کنم. گفتم که توی قسمت دوم یا سوم هر عملیاتی که من انجام بدم یا هر چیزی که بنویسم رو برمیگردم. میتونه اون هر چیزی یه فانکشن دیگه باشه به نام خود ایف، یعنی دوباره ایف استفاده کنم که بهش میگن ایف تو در تو. پس من میام دوباره ایف میذارم، اگر این مقدار کمتر از 5 بود آنگاه سفارش فوری باید بزنم. در غیر این صورت میدونم کمتر از 10 هستش ولی بیشتر از 5، پس میام سفارش مجدد میزنم. و اینجا پرانتز برای ایف دوم رو میبندم. الان که میبینیم یه ایف کامل واسه تو قسمت دوم، یعنی توی ویرگول دوم دارم واسه ایف اول. حالا دوباره قسمت سوم ایف اول رو بخوام بنویسم چی هستش؟ کافیه، چون میدونم بزرگتر از 10 هستش، پس فقط کافیه بنویسم کافی و پرانتز رو واسه ایف نهایی ببندم و اینتر کنم. من اینجا این رو درگ کنم تا پایین، به ازای هر کدوم از اینا عملیات من رو انجام میده. حالا میتونم دوباره کاندیشن فرمتینگ واسش قرار بدم که اگر برابر با سفارش فوری بود قرمز کنه، اگر برابر با سفارش مجدد بود مثلا زرد کنه. و اگر برابر با کافی بود اونو به من سبز نشون بده. که اینجا به راحتی میتونم سطح موجودیام رو نگاه کنم واسه سفارش فوری، یا سریعا سفارش بدم اون سفارش مجددات رو، حالا روال عادیش رو طی بکنم و کافیه ها رو کنار بذارم و کاری نداشته باشم. خب اینم از نحوه استفاده تابع ایف و ایف تو در تو. امیدوارم که مفید واقع شده باشه. اگر خواستین در خصوص تابع ایف بیشتر مطالعه کنیم میتونیم برین تو قسمت تو وبسایت diaco.com تو قسمت مقالات و تابع ایف رو سرچ کنین. اونجا ما یه مقاله کامل به همراه همین ویدیو قرار دادیم. ممنون از شما، خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.